همین یکی دو هفته پیش یه ویدیو درست کرده بودم که توش یه سری شورتکات صوتی درست میکردیم، اما الان تو iOS 18 کلن این قصه عوض شد و لازم نیستش دیگه بریم سراغ وایس کنترل. وایس کنترل یه باگ خیلی بزرگ داشت، اون این بود که کلن سیستم وایس کنترل فعال میشد، اما الان وکال شورتکات داریم که میتونیم صحبت کنیم و یه کلمه رو بهش بدیم و اون کلمه رو بذاریم برای شورتکاتمون یا میونبار هر کاری که خواستیم، و این فقط به همون شورتکات ها و اینا ختم نمیشه، حتی میتونیم به واسطه این وکال شورتکات اسم سیری هم عوض کنیم. مثلا نگاه کنین، مشتی مشتی What time is it? It's 2:04 PM. دیگه حالا انگلیسی من در حد همین ساعت پرسیدم میکشید، ولی خیلی کارهای دیگه میتونیم بکنیم دیگه. دقیقا به جای سیری و هی سیری داریم صاف میگیم مثلا مشتی و این جواب میده. حالا چجوری اینو راه میندازیم؟ میایم تو سیتینگ، میایم تو اکسسیبیلیتی و یه قابلیت این پایین اضافه شده به اسم وکال شورتکات که این اگه خاموش بود روشنش میکنیم، اد اکشن رو میزنیم، کانتینیو، و اینجا یه سری چیز نیست به همون میده، مثل سیری، نمیدونم اسکرین شات، میوت، لاک اسکرین، هوم، فلان. مثلا الان من واسه کامرا یه شورتکات درست کردم، بذارین قبلی ها رو پاک کنم با هم درستشون کنیم. ادیتو میزنیم، دان، اد اکشن و میایم رو کامرا. اینجا باید یه چیزی بنویسیم که شبیه همون چیزی باشه که میگیم، مثلا دوربین، بعد گو رو میزنیم، دوربین، دوربین، دوربین. ببین دقیقا اینجا با لحنای مختلف سه بار باید بگیم، ترجیحاً یه جای ساکتی باشه که درست بتونه بفهمه، و سه بار پشت‌سر هم میگیم هر وقت علامتش اومد، و این دیگه الان میشناسه جمله رو، حرفو. مثلا نگاه کنیم، دوربین، دوربین، دوربین روشن شد. حالا الان هم داره رکورد میکنه، هم باگ iOS 18 که بعد دو بار سه بار بهش بگیم، ولی خیلی وقتا با یه بار گفتن کار میکنه. حالا میتونیم بیایم تو همون شورتکات ها و اینجا یه اپ رو براش تعریف کنیم. به علاوه رو میزنیم، میزنیم اوپن اپ، و ماشین حساب رو انتخاب میکنیم، دان. به این اوپن اپ یک رو داریم اینجا الان درست کردیم، میریم اون بر توی میون برا، سیتینگ، اکسسیبیلیتی، وکال شورتکات و اد اکشن رو میزنیم، کانتینیو، اوپن اپ یک. همین فینگیلیش هم به انگلیسی بهترین حالتشه. ماشین حساب، ماشین حساب، ماشین حساب، و کانتینیو رو میزنیم. حالا ماشین حساب، ماشین حساب، و ماشین حساب رو باز کرد. حالا وایس کنترل چش بود که الان اومدیم سراغ وکال شورتکات، اونو خاموش میکنیم و میایم اینجا وایس کنترل رو روشن میکنیم. کو ایناش، با این ما قبلا یه چیز ساخته بودیم دیگه. الان نگاه کنم، من میام اینجا و اینجا شروع میکنم حرف زدن، این شروع میکنم همینجوری نوشتن. میبینی همینجوری از خودش میدنیسته میره جلو. حالا الان داره یه خط درمیون میکروفونش کار میکنه، چون داره رکورد میکنه صدای منم، واسه همین یه ذره باگ داره، ولی همچین چیزی خیلی میتونه درد سرساز بشه. ولی خب با وکال شورتکات دیگه این درد سر رو نداریم، همون یه کلمه ای که میخواییم و فقط میشنوه، نه اینکه کلن همه جا کل سیستم وایس کنترل بخواد کار کنه. از این نظر خب خیلی قابلیت باحالیه که با iOS 18 اضافه شده.
اصلا توصیه نمی کنم iOS 18 رو نصب کنین الان که نسخه بتا اولیشه، یعنی دیولوپر بتا ورژن 1 iOS 18 خالی اسمش، 0 18 0 1 هم نیست حتی، و سراسر باگه، یعنی انقدر باگاش زیاده که نمیدونی این قرار اینجوری کار کنه یا کلن باگه که داره اینجوری کار میکنه، یعنی حتی راجب یه سری چیزاش نمیشه مطمئن حرف زد حتی. واسه همین اصلا توصیه نمیکنم الان اینو نصب کنین، فقط برای آشنایی با ایناست. به وقتش که iOS 18 نسخه رسمیش اومد که میشه شهریور و مهر با آیفون 16، اون موقع مفصل راجع به اینا حرف میزنیم و تا اون موقع احتمالا این اپای تغییرهایی داشته باشن، یه سری چیزاشون هست میشه، یه سری چیزا بهشون اضافه میشه و خیلی استیبل تر و قابل استفاده تر میشن. واسه همین فقط این ویدیو برای اینه که با این چیزای جدید آشنا شیم، تا به وقتش که اینا بیاد و اون موقع دوباره راجع بهشون ویدیو خواهیم داشت اگه تغییری داشته باشه و راجبش صحبت میکنیم حتما. بازم اگه الان iOS 18 رو نصب کنین ممکنه این باگا کاری کنه که پشیمون شین اصلا و باید برگردیم با iOS 17. وقتی بخوایم برگردیم با iOS 17 به سختی، مشکلی که هستش اینه که باید قبل از اینکه آپدیت کنیم کردیم به 18 یه بکاپ گرفته باشیم از گوشیمون و یه بکاپ iOS 17 ای باید داشته باشیم. وقتی رو iOS 18 این بکاپ بگیریم نمیتونیم برگردیم رو iOS 17 و خود این یه داستانه و کلن دردسره. یعنی اگه آپدیت کردین که باید مدارا کنین تا آپدیت های بعدی بیاد و این باگا برطرف شه. اگر هم آپدیت نکردین و دو به شک این که نسخه بتا رو نصب کنین یا نه، به نظر من نصب نکنین، صبر کنین که نسخه اصلیش بیاد، یا حداقل صبر کنین یه دو هفته دیگه اینطورا نسخه پابلیک بتاش بیاد، سه هفته شاید پابلیک بتاش بیاد، اون موقع نصب کنین. تو ویدیوهای بعدی دقیقاً راجع به این باگا میخوام صحبت کنم که تا اینجا من چیا تجربه کردم و چیا شنیدم، اون وقت دقیقاً بیشتر حسش میکنیم که چقدر اذیت میتونه بکنه.